اول باید نهادهای مردم سالار در کشورها تقویت بشن، یعنی نهادهایی که ارتباط مستقیم با عامه مردم و در عین حال با کانالهایی با حکومت داشته باشن. این نهادها متاسفانه در کشور ما بسیار ضعیف شدن یا وجود ندارن. نهادهایی مثل سندیکاهای کارگری، مثل تشکل‌های دانشجویی، مثل تشکل‌های اصناف که همه بتونن حرفاشون رو در عین حالی که از عامه و کف جامعه میگیرن به گوش حاکمیت هم برسونن. وجود این نهادها میتونه مثل کاتالیزور عمل بکنه و بسیار زودتر از شرایط معمول کشور رو از شرایط دیکتاتوری به شرایط مردم سالارانه و دموکراتیک تبدیل بکنه. این اعتراض ها دقیقاً اون خواست های فروخورده مردمیه که نمیتونند خواسته هاشون رو به گوش حاکمیت برسونند. طبعاً برای حاکمیت خیلی راحت تره که یک دست باشه، تصمیم ها رو بگیره و محلی وجود نداشته باشه برای اینکه مردم اعتراض بکنن به این خواسته هایی که حکومت داره. راهکار عرض کردم همین تقویت نهادهای مردم سالاره برای اینکه بتونیم به اون جایگاه برسیم. عموماً این قشر خاکستری آدم‌هایی هستند متوسط و رو به پایین در جامعه، چه از نظر فرهنگی و چه از نظر مالی، کسایی که تا نتیجه روشن نشه وارد جریان و کار نمیشن و میشینن تا ببینن که چه اتفاقی میفته. این قشر عموماً قشری هستند که احتیاجات بسیار زیادی رو دارن و باید روزانه این احتیاجات برطرف بشه. یعنی قشر کارگر با همه احترامی که براشون قائلم کسایی هستن که کاری رو میکنن و قراره به ازاش درآمدی رو کسب بکنن و با اون درآمد زندگیشون رو بگذرونن. تو شرایط حاد و بحرانی متاسفانه اولین چیزی که به ذهن میرسه و در عمل هم وجود داره شرایط معیشتیه. وقتی که شرایط مالی رو نداشته باشن برای اینکه اعتراض بکنن بیان و توی شرایط جامعه شریک بشن، طبعاً مجبورن که بشینن بسازن و ادامه بدن با همون شرایط و خب طبعاً غیر از اینها افرادی هستن که ترجیحشون اینه که بیشتر خودشون رو حفظ بکنن. عرض میکنم اصل قضیه در اینه که این قشر ببینه که برآیند حرکاتی که در جامعه اتفاق میفته داره به کدوم سمت میره. یک مسئله پیش اومد برای خانم مهسا امینی. این تونست وجدان عمومی جامعه رو بیدار بکنه، یک خدشه‌ای وارد بکنه بر اون آرامشی که وجود داشته. مردم بعد از دیدن اون به اصطلاح واقعه، این یک به اصطلاح تلنگری شد بر اینکه خواسته های دیگرشون رو هم بتونن در موردش صحبت بکنن. استفاده کردن از این شرایط برای اینکه بتونن خواسته های دیگر رو پیگیری بکنن و با اون پیش برن. هر دو طبعا دخیل هستند، اما اصل قضیه اینه که این تغییر و این میل به تغییر باید داخل کشور به وجود بیاد. به هر حال همه دنیا میشینن و نگاه میکنن ببینن که خواست واقعی مردم چیه. این روزها با وجود شبکه‌های ارتباطی که وجود داره و همینطور رسانه‌ها، طبعا که اون از کسانی که رسانه رو در دست دارن میتونن شرایط کشور رو هرچند خوب بد جلوه بدن و به عکسش هرچند بد خوب جلوه بدن. در دست حاکمیت همین رسانه ها وجود داره. رسانه ها تصویر بیرونی از شرایط یک جامعه را میسازن. خیلی ساده انگارانه است ما فکر بکنیم که دولت های خارجی میخوان بیان به ما کمک بکنن و شرایط ما رو بهتر بکنن. طبعا هر کشور بر اساس منافع ملی خودش هست که تصمیم گیری میکنه. مطمئنا اگر قرار باشه در نقطه ای از دنیا، مخصوصا نقطه استراتژیکی مثل ایران، شرایطی تغییر بکنه، اون کشورها اول به دنبال منافع خودشون هستن و این کاملا طبیعیه. حتما اپوزیسیون و کمپین ها مفیدن، اما مسئله اساسی اون همبستگیه که باید به وجود بیاد. یعنی خواست مردم و خواست این اپوزیسیون و کمپین های بیرونی در یک راستا قرار بگیره. متاسفانه یکی از مشکلاتی که در سالهای گذشته در کشور ما وجود داشته درباره اپوزیسیون خارج از کشور اینه که هر کدوم دنبال سهم خودشونن و تا سهمخواهیشون کامل نشه حاضر به همراهی با مردم نیستن. توی شرایط جدید فکر میکنم کمی تغییر کرده و اونها هم دارن سعی میکنن که در کنار مردم باشن و حرکت بکنن. در هر حال مهم هستند، اما به شرط اینکه شرایط رو درک بکنند و درک درستی از جامعه و شرایط امروز کشور داشته باشند. طبعاً آرزومه که یک کشور دموکراتیک با توجه به ارزش‌های انسانی وجود داشته باشه، کشوری که توش صدای همه مردم شنیده بشه و خواست همه مردم اهمیت داشته باشه. به هر حال کشور ما کشور اسلامی بوده در سالهای متمادی و ما اینکه حتی اونها رو فراموش بکنیم، مذهب رو در کشور فراموش بکنیم، دموکراتیک نیست. در یک کشور دموکراتیک همه افراد حق دارند که حرف بزنند، صداشون شنیده بشه و اگر تونستن اکثریت مردم رو با خودشون همراه بکنن، حتی حق تشکیل دولت رو دارن. اما در یک کشور دموکراتیک دولت‌ها پاسخگو هستند و باید به مردمشون جواب بدن بابت کارهایی که انجام میدن. واقعاً دلم میخواد که در یک بستر کاملاً آزاد همه بتونن حرف بزنن، در هر جای دنیا که هستن. در هر حال ما ایرانی هستیم و این ایران مال همه ماست. هر کدوم از ما که حتی از کشور خارج شدیم، توی اون کشور، توی اون خاک عزیز زیر خاک داریم، دوستان و آشنایانی داریم و دلمون میخواد که شرایط بهتر بشه. در ظاهر فقط باید مردم حرکت بکنند و این صدا به گوش جهانیان برسه. این اتفاق در حال حاضر هم داره میفته، اما ما غیر از اتفاقات ساده و معمول، تحریم ها و همینطور حرف های خیلی بزرگ و بدون عملی که از طرف این دولت ها زده میشه هستیم در حال حاضر. اما اون چیزی که اونها رو بیشتر تشویق میکنه به اینکه وارد بشن اینه که بدونن با کی طرفن، نماینده مردم ایران کیه برای صحبت کردن در مورد منافعشون و بعد از اون پشتیبانی بکنند در جامعه جهانی از مردم ایران. اصلاحات رو سال 76 که شروع شد طبعا اعتقاد بسیار زیادی بهش داشتن. تغییر حکومت از طریق انقلاب ما سابقش رو داشتیم و دیدیم که چه اتفاقی افتاد. به قول عزیزی انقلاب پیش از خودآگاهی خودش تازه شروع یه فاجعه است و ما این اتفاق رو دیدیم. اصلاح راه بسیار خوبیه، اما اصلاح دو سر داره، یک سر خواست مردمه و یک سر خواست حکومت. اگر حکومت بخواد اصلاح بشه و این خواست واقعی باشه که بسیار بعیده، طبعا اصلاحات راه کم هزینه تریه برای تغییر حکومت. ما یک سابقه 2500 ساله و شاید بیشتر پادشاهی داشتیم در این کشور، یعنی حکومت یک فرد بر کل جامعه. شکل و ظاهرش عوض شده اما در اصل تغییری نکرده. اون چیزی که من امروز برای ایران میپسندم یک حکومت سکولار دموکراتیکه که همه اقشار مردم توش بتونن صحبت بکنن، حرف بزنن، خواسته هاشون رو بگن. شاید یه مدلی مثل فرانسه و سوئیس. فکر میکنم که در حال حاضر اداره کشور توسط یک نفر در هیچ جای دنیا امکان پذیر نیست و مصائب و مشکلات بسیار بیشتری رو بعد از خودش به دنبال خواهد داشت. چه قدم هایی باید برداشت تا از یک سیستم دیکتاتوری به یک سیستم دموکراتیک و مردم سالار رسید؟ لطفاً پیام های صوتی خود را برای ما ارسال فرمایید منتخبی از پیام‌ها را در برنامه‌های آموزشی بنیاد آینه به اشتراک خواهیم گذاشت.